نه به نوع ما ایرانی‌ها. آقای قاضی جان اشاره کردن به ترکیه، آقای گنجی، آیا ترکیه میتونه مدلی باشه با توجه به اینکه حالا اینم قابل بحث است که این جامعه مدنی که اشاره کردین، جامعه مدنی در ترکیه قوی هست که این در واقع روایت شاید نرمتر یا اسلام سکولار اصطلاحاً در ترکیه پا گرفته؟ بخشش ممکنه ناشی از این موضوع باشه، چون به هر حال ترک‌ها با سنت اروپایی هم پیوند خوردن و بخشی از اون سنت در جامعه ترکیه زنده است تحت عنوان ترکیه مدرن و در دوره‌ای تحت عنوان ترکیه سکولار. بنابراین اون شاید یه مقدار کمک کرده به اینکه اون جامعه مسیر متفاوتی رو طی کنه. و ضمناً این رو هم توجه داریم که ترکیه در این سالهای اخیر به مثابه یک رقیب نیرومند برای جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی به عنوان جاذبه‌ای برای سایر نیروها و جریان‌های مسلمان یا اسلامی در سراسر دنیا در آمده، به این معنی که قبلا تصور می‌شد یا الگوی مناسب شاید ایران باشه، ولی با روی کار آمدن دولت جدید در ترکیه محبوبیت این رژیم افزایش پیدا کرد، محبوبیت اردوغان در مقایسه با رهبران ایران افزایش پیدا کرده در منطقه، خصوصا به ویژه با توجه به موضع‌گیری خاصی که ترکیه در قبال قضیه فلسطین و متحد سابقش اسرائیل داشته، این محبوبیت رو به تضاد بوده. به علاوه ترکیه توی این سالها موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری داشته و یک نمونه خوبی از یک جامعه مرفه رو پیش چشم روی مسلمانان گشوده و این هم یک جاذبه دیگری است برای پیروی سایر نیروهای اسلامی در سایر نقاط جهان. گذشته از این، نیروهایی که در ترکیه روی کار آمدن به عنوان مذهب و به نام اسلام از درون یک جامعه سکولار بیرون آمدن و حواسشون به این هست که در یک جامعه سکولار چگونه باید رفتار کنن که پایداری خودشون رو دست کم تضمین کنن. نمونه ترکیه پیش روی این مسلمان ها هست و نمونه ناموفق الجزایر در چندین سال پیش هم نشونه و نمونه ای هستش که اونها میتونن همیشه پیش روشون داشته باشن و مقایسه بکنن که اگر بخوان تندروی های مسلمانانی که در الجزایر روی کار آمدن رو داشته باشن، اون وقت ممکنه به راحتی از همه جوانب زدوده بشن، نه در جامعه خودشون بلکه از ناحیه جامعه بین الملل هم بهشون فشار بیاد. بنابراین شاید تمام این جنبه ها رو وقتی در نظر بگیریم و همونطور که در سخنان راشد آقنوشی رهبر النهضه در تونس هم مشاهده میکنیم، نگیم که یا نتونیم دقیقاً و قاطعاً با قاطعیت بگیم که اونها مسیر رو طی خواهند کرد که جمهوری اسلامی طی خواهد کرد. شاید این امید وجود داشته باشه که اونها به مسیر ترکیه بیفتن با توجه به این شواهد و قرائن تاریخی که گفتم و تجربیاتی که همه ما ازش کم و بیش با خبریم. آقای قاضیان، آقای گنجی اشاره کردن به اینکه بخشی از این حرکت‌ها ممکنه واکنشی باشه به حمایت‌هایی که آمریکا در طول سال‌ها از بعضی از این رژیم‌ها انجام داده، ولی چطوره که ترکیه الان روابط بسیار نزدیکی با آمریکا داره به رغم تمام محبوبیتی که شما اشاره کردید در منطقه؟ ببینید، روی کار آمدن دولت مذهبی یا اسلامی در ترکیه یک روال معمول رو طی کرد، از درون یک جنبش و شور و قلیان عمومی بیرون نیامد. یعنی یک انتخابات روی یک دولت برد، کمان که قبلا هم برده بود و این بار روی کار اومد و تداوم پیدا کرد کارش. ولی در کشورهای شمال آفریقایی همه این دولت‌هایی که جدیداً روی کار خواهند اومد از درون شور و قلیان علیه دیکتاتوری بیرون اومدن. بخشی از این شروع قلیان متوجه اون نیروهایی هست که از این دیکتاتورها حمایت میکردن که عبارت باشن از غرب به طور کلی و آمریکا به طور خاص. بنابراین بخشی از این هیجانات متوجه همون نیروهایی میشه که مانع روی کار اومدن اونها بودن تا به حال و از دیکتاتورهای سرکوبگر حمایت میکردن. در ترکیه چنین وضعی نیست. ترکیه نشون داده که خودش میتونه مستقل باشه، سیاست مستقل خودش رو پیش ببره و لزوما هماهنگ و همراه با آمریکا نباشه، کما اینکه در مورد قضیه فلسطین و موضع‌گیری در اسرائیل کاملا متفاوت از مواضع آمریکا عمل میکنه و از خودش استقلال رأی نشون میده، در حالی که در کشورهای شمال آفریقا رژیم هایی که بر سر کار بودن چنین نبودن و تابع محضی بودن تقریبا از آمریکا. بنابراین نیروی که علیه اون رژیم ها روی کار میاد طبیعیه که بخشش ضد آمریکایی و ضد غربی باشه و به میزانی که فضا و اوضاع احوال آینده اجازه بده این بخش باقی خواهد موند در این نوع از نیروها و رژیم هایی که بعدها بر سر کار خواهند آمد. آقای گنجی، آقای مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی همونطور که ابتدا برنامه شنیدید اشاره کرده بود که شریعت مبنای قوانین لیبی خواهد بود در
آینده، اما افرادگرایی تحمل نخواهد شد. مفاهیمی مثل شورا و بیعت چقدر مفاهیم مبنای در واقع دموکراتیکی هستن برای اسلام؟ چطور میتونن در واقع امکان سازش رو بین اسلام و دموکراسی فراهم بکنن؟ تا اون حدی که من اطلاع دارم از دل کتاب و سنت معتبر نمیتونیم ما دموکراسی و حقوق بشر در بیاریم و با مفاهیمی مثل بیعت و شورا نمیشه دموکراسی خواب. به چند دلیل. اولین نکته اینه که حکومت دموکراتیک، اولین شاخصش اینه که حکومت انتخابی هستش و شورا در صدر اسلام از تو قرآن در اومده و بیعت هم سنت بوده. این انتخاباتی که میشده اهل حل و عقد میشستن و انتخاب میکردن. ابوبکر و 5 نفر نشستن انتخاب کردن توی مدینه و بعدم باهاش بیعت صورت گرفت. عمر رو دیگه همچین فرایندی هم طی نشد، خود ابوبکر انتخاب کردش به عنوان جانشینش. بعد عثمان هم باز توسط اون هیئت 5-6 نفره‌ای که عمر انتخاب کرده بود انتخاب شد و حضرت علی هم که با شورش مردمی بر سر کار اومدش. این نکته‌ای که می‌بینیم یعنی این شوراها، این هیئت حل و عقد محصول کل جامعه نبود که همه اومده باشن رأی داده باشن و اینا رو انتخاب کرده باشن. یک گروه بسیار اقلیتی بودن که این انتخاب کرده بودن. پس در دموکراسی ها زمامداران توسط همه مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میشن. نکته اول. نکته دوم اینه که دموکراسی ها این جنبه ایجابیش بود، جنبه سلبیش اینه که ما میتونیم در دموکراسی ها زمامداران سیاسی رو از طریق صندوق های رأی عزلشون بکنیم، برکنار بکنیم. دومین نکته اینه که در اون تئوری شورایی و خلافت در صدر اسلام که از طریق حل و عقد انتخاب میشن، اینها رو نمیشه از طریقی عزلشون کرد. یعنی هیچ کی نمیتونه حضرت علی رو که حالا انتخاب شده خلیفه شده بگه که آقا ما شما رو دوست نداریم، میخوایم شما رو عزلتون کنیم. و این جنبه سلبی دموکراسی ها مهمتر از جنبه ایجابیشونه. یعنی ما زمامداران رو هر وقتی که نپسندیدیم، خوشمون نیامد، از عملکردشون راضی نبودیم، سر موعد میریم در انتخابات شرکت میکنیم، روز داوری هست و اونا رأی منفی میدیم و اونا عزل میشن. و این در تئوری های اسلامی وجود نداره. اما سومین نکته اینه که دموکراسی به معنای دیکتاتوری اکثریت نیست. این تمام صاحب نظران دموکراسی اینو گفتن. اگه شما بیاید یک اکثریتی برید در رأس کار قرار بگیرید و بعد تمام قوانین رو بگذرونید از طریق قانون‌گذاری حتی به زیان اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض بکنید، این دیگه حکومت دموکراتیک نیستش. اسلام‌گراها اگر بخوان خودشون رو اسلام‌گرا بخونن، عمدتاً منظورشون شریعته و شریعت‌گرا هستن. اگر بخوایم اجرای شریعت بکنیم، شریعت اساسش نابرابریه. نابرابری مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری زنان و مردان، نابرابری فقیه و غیر فقیه، نابرابری آزاد و غیر آزاد. و بعد اجزای دیگه این شریعت اینه که توش ستم، ظلم، خشونت زیاد هستش. یعنی مجازات های اسلامی، مجازات های فقیه، این احکام فقیه مثل سنگسار، مثل قطع دست، مثل تازیانه زدن، مثل پرتاب از بالای کوه، مثل دست قطع معکوس دست و پا، اینا همه ناقض حقوق بشر هستش. اگر منظور از اجرای شریعت گرای اجرای همین احکام فقهی باشه که تو ایران الان 33 ساله داره میشه، قطعا این احکام ناقض حقوق بشره، قطعا این احکام تبعیض آمیز حقوق اقلیت های دینی، مسیحی ها، یهودی ها، بهایی ها رو نقض میکنه و چنین چیزی نمیتونه دموکراتیک باشه. پس حکومت شریعت گرایی، اگر اسلام گرایی به معنای شریعت گرایی باشه، بر اساس شورا و حل عقد و بیعت، چنین چیزی از دلش دموکراسی در نمیاد، یک حکومتی در میاد که قطعا ناقض حقوق بشر خواهد بود. یعنی میخوام کوتاه بفرمایید آقای گنجی، اگه یک جمله، اعتقاد دارید که از اون شرایطی که ما امروز در منطقه شاهد هستیم و اون اسلامی که الان اسلامگرها دنبالش هستن، حکومت دموکراتیک در نخواهد اومد؟ این درسته برداشت شماست؟ اگر بخون اجرای شریعت بکنن و ملتزم به احکام فقهی باشن، قطعا حکومت دموکراتیک و حقوق بشری در نمیاد. حکومت های دموکراتیک حکومت هایی هستن که به حقوق بشر التزام دارن. بله. مگر اینکه مثل ترکیه بگن که نه، ما تو ترکیه اسلامگرا مدعی نیستن، ما میخوایم اجرای شریعت بکنیم. به سازوکار دموکراسی گفتن اعتقاد داریم، از طریق انتخابات رفتن بالا و به ارزش های مثل عدالت، مثل کرامت انسانی، مثل برابری میگن اعتقاد داریم. همین. کسی را مجبور نمی‌کنن که با حجاب بشه، اما تو جمهوری اسلامی یا تو شما تو غزه در نظر بگیرید، حماس که پیروز شد بعداً همه رو مجبور کردش که با حجاب بشن. اما اگر شما به محض اینکه شروع بکنید به اجرای احکام فقهی، یعنی از همون گام اول شروع کردید زیرا به دموکراسی و حقوق بشر رو زدن و شروع کردن به ستمگری و ظلم.
آقای غازیان، آقای گنجی می‌فهمند زیرا به دموکراسی حقوق بشر زده خواهد شد با این شرایط، شما چه برداشتی دارید؟ و اینکه سوالی که بر من مطرح است این که چرا رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه اینقدر اصرار داره که این بیداری اسلامی رو به جای بهار عرب ازش استفاده بکنه؟ من با مطالب آقای گنجی کاملا همراه و موافق هستم، اما در مورد اینکه چرا رهبری در جمهوری اسلامی چنین روشی رو در پیش میگیره، به نظرم خیلی طبیعیه. هر رخدادی که در جهان خارج روی میده، انسان‌ها سعی میکنن معنای خودشون رو استوار کنن روی اون رخداد و اون رو بفهمن و اون رو به این ترتیب تعریف و تفسیر میکنن. رژیم‌ها هم از این ماجرا مستثنا نیستن و همونطور که ماها در تعریف کردن و معنا کردن وقایع خارجی منافع و سلایق و علایق خودمون رو دخالت میدیم، رژیم ها هم این کار رو میکنن و رژیم ایران چون به هر حال منافع و علایقش گواه این هستش که مایل این حرکت ها رو اسلامی فرض کنه، چون هم برای مصرف داخلی نیاز داره که به بقیه بگه همه جهان دارن از ما حمایت میکنن و راه ما رو طی میکنن، هم به جهان خارج و اون کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن میخواد این نوید رو بده که شما میتونید زیر چتر و پوشش ما باشید و این راه ما رو برید و از حمایت ما هم برخوردار باشید. طبیعیه که این نوع از منافع و علایق وادار میکنه اونها رو که تفسیر و معنای خودشون رو روی این رخداد بذارن تا بتونن از منافع و حاصلش هم بهره مند بشن و برخوردار بشن، چه در داخل چه در خارج. آقای قاضیان، آقای یزدی در این نامه‌ای که نوشته به رضا القنوشی اشاره میکنه که استبداد کماکان در ایران تلویحاً و شاید صراحتاً اشاره میکنه به قوت خودش باقی هست به رغم تلاشی که انجام شد در انقلاب 57، ولی به نظر میاد که علت رو در اسلام نمیبینه، یعنی مشکل رو در توصیه هم که به آقای القنوشی میکنه هیچ اشاره نمیکنه که به زعم آقای گنجی بخشی از مشکل در این هست که شریعت اسلام اجازه نمیده که دموکراسی واقعی پیاده بشه. شما چطور میبینید این نگاه آقای یزدی رو و توصیه که ایشون به آقای القنوشی میکنه؟ نکته مهمی که خب توی نامه آقای دکتر یزدی وجود داره اشاره است به اینکه انتخابات دموکراسی نیست و با برگزاری انتخابات فکر نکنید که به دموکراسی میرسید. این نکته مهمی است. اما اینکه آقای یزدی چرا به اون جنبه از اسلامگرایی که دیکتاتوری رو در ایران برقرار کرد و تداوم بخشید اشاره نمی‌کنه، به نظرم برمیگرده به هویت تاریخی آقای دکتر یزدی و جریانی که ایشون از دل اون جریان بیرون میاد، یعنی نهضت آزادی که همیشه وفادار به اسلام بودن و نوعی تفسیر و تلقی از اسلام داشتن که طبیعی است که اون هویت تاریخی اجازه نمیده از اون دست بکشن. به علاوه ما چندان متفکری هم در این حوزه در این گروه از مسلمان‌ها ندیدیم که نوعی نوآوری و نواندیشی در حوزه مفاهیم دینی داشته باشه و بتونه اون رو پیوند بده با دموکراسی یا باز تفسیری از اون بکنه که برای روشن کنه رابطه دین و دموکراسی چگونه است و یک دولت دینی چگونه میتونه دولت دموکراتیک باشه. من فکر میکنم برای گریز از این ابهامی که اجازه نمیده ایشون و دیگرانی مثل ایشون موضع قاطعی در این زمینه ها بگیرن و به ریشه های برخی از ریشه های مشکلاتی که ما امروز در جامعه خودمون داریم اشاره کنیم، ایشون ناگزیر این قسمت رو با سکوت برگزار کرده و ازش گذشته. آقای گنجی، فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگر لطف کنین در 30 ثانیه، چرا موقعی که آیت الله خمینی صحبت می‌کرد از اینکه مشکلات با برگشتن و بازگشت به صدر اسلام حل خواهد شد کسی نکته‌ای رو اشاره نمی‌کرد؟ اون موقع باور عمومی بود که با این بازگشت به این رجعت به صدر اسلام بسیار از مشکلات حل خواهد شد. خب یک تصور مبهمی مردم از اسلام و صدر اسلام داشتن و آیت الله خمینی هم همیشه میگفت شما نمیدونید اسلام چی هستش. موقعی که ما به صدر اسلام بازگردیم و احکام فقهی رو اجرا کنیم یک جامعه عادلانه درست میشه، ولی انقلاب ایران نشون داد که چنین چیزی نمیشه. به محض اینکه اینا شروع کردن اجرای فقه، خود آقای خمینی 2-3 سال بعد از انقلاب گفتش با این خمس و زکات نمیشه حوزه علمیه رو گردون، و چند سال که گذشت دیگه با این فقه نمیشه جامعه رو گردون. اومدش تئوری ولایت مطلقه فقیه رو درست کرد که دیگه قدرت مطلقه رو داد به شخص حاکم، به شخص زمامدار، و اون حق داره احکام اولیه اسلام هم تعطیل بکنه. سپاسگزارم از شما آقای اکبر گنجی، آقای دکتر حسین قاضیان. از شما تشکر می‌کنم برای شرکت در این برنامه افق. مهمان‌های فردای افق خانم مسیح علی نژاد و آقای نیما راشدان هستند. موضوع برنامه فردا فضای مجازی بین ایران و آمریکا و استقلال اپوزیسیون هست.